رشحه سوم در بیان روزه و آن در شریعت امساک است از مفترات و در حقیقت اعراض است از التفات به جمیع کائنات و گفتند روزه جسد بازایستادن است از طعام و روزه دل از وساوس آسان. خب در مورد طهارت سخن گفت، بعد در مورد نماز مطالب زیبایی رو بیان داشت. اکنون در فروع دین رسیده است به بیان روزه و آن در شریعت امساک است از مفترات، یعنی روزه گرفتن در شریعت پیامبر اسلام و در فقه اسلام امساک و خودداری کردن است از مفترات. مفتر یعنی آنچه که موجب گشودن روزه می شود و موجب افطار است. امساک است از مفترات و در حقیقت، خب ظاهر قضیه این است که در روزه انسان بایستی از چیزهایی که روزه او رو باطل می کند دوری کند، مانند خوردن و آشامیدن و سر در آب فرو کردن و رساندن غبار غلیظ به گلو و سایر مواردی که جزو مبتلات روزه هست و مفطر روزه هست. در حقیقت اعراض است از التفات به جمیع کائنات. میگوید آنچه که به عنوان نمادین و به عنوان رمز در نظر گرفته شده است، التفات و اعراض التفات و روی گرداندن از روی کرد به همه کائنات است، یعنی از هرچه که غیر خداوند است روی گرداندن روزه عاشقان و عارفان است. و گفتند روزه جسد بازایستادن است از طعام. خب یک روزه مال جسد است، مال جسم است، که همان که ما انجام می دهیم و جسم خودمون رو از مفترات و از چیزهایی که روزه رو باطل می کند جدا می کنیم. بازایستادن است از طعام، طعام نمی خوریم و نمی نوشیم. روزه دل نگه داشتن دل است از وساوس آسان. اما روزه دل که بسی برتر است و بسی سخت تر و صعب تر است، نگاه داشتن دل انسان است از وسوسه های گناهان. وساوس جمع وسوسه و آسام جمع اسم معنای گناه. وساوس آسام یعنی از وسوسه های گناهان، یعنی این که انسان در حالی که روزه هست از وسوسه گناه دل رو نگه دارد و دل او تمایل به گناه پیدا نکند. خب دل چگونه میتواند تمایل به گناه نکند؟ قصه این است که میبایست انسان اعمالش چنان باشد که افکار او تحت تأثیر اعمال او قرار بگیرد و وقتی افکار او تحت تأثیر اعمال نیک او قرار گرفت، طبیعتا افکار او پاکیزه میشود و مطهر میشود. وقتی افکار مطهر شد، افکار پاکیزه شد و ذهن انسان پاکی گرفت، در این صورت دیگر فکر گناه و وسوسه گناه به وجود او رخنه نخواهد کرد. و جالب است که اینجا نگفت که فکر گناه نباشد، میگوید فکر وسوسه گناه و از وسوسه گناه باید دوری کرد، یعنی خواهش نفس که گناه رو بخواهد اون خواهش و آن وسوسه رو باید به سکوت وادار کرد، وگرنه اگر
انسان بگوید که من تا دم گناه می روم اما چنان قوی هستم که هرگز در دام گناه نمی افتم، البته این سخن بسیار کودکانه است و انسانی که خود رو از مقدمات گناه و از وسوسه های گناه دور نکند البته و حتما در دام گناه خواهد افتاد. و این است که اولین چیزی که ایجاد می شود و اولین چیزی که گناه در ذهن انسان به وجود می آورد وسوسه خود است و آن چیزی که اول در ذهن او شکل می گیرد. مولانا در جای جای مثنوی به این نکته خیلی مهم اشاره فرموده است که آنچه را که ما انجام می دهیم همه نتیجه افکار سابق ما هست. اراده ما چگونه ساخته می شود؟ وقتی ما اراده می کنیم کاری بکنیم چگونه این اراده به وجود می آید و ساخته می شود؟ این اراده ما از افکار ما نشأت می گیرد. وقتی ما نسبت به چیزی تفکر کردیم و اندیشیدیم البته ممکن است اراده انجام آن عمل هم در ما به وجود بیاید و یک انحراف خاصی در درون ما و داعیه بزرگی در درون ما پیش می آید و پدید می آید و ما رو به طرف آن می کشد. بنابراین انسان اگر می خواهد که گناه نکند هر عملی رو که می خواهد انجام ندهد می بایستی خود رو اول از فکر آن عمل بیرون آورد و اگر از فکر آن عمل بیرون آمد آن وقت ممکن است که عمل دیگر انجام نشود. و اساساً خوب است که انسان اول فکر خود و ذهن خود رو تطهیر کند. ذهن باید روزه باشد تا دهان و درون انسان و آن روزگی همان است که روزه فکر است، روزه اندیشه است و اندیشه‌ای که انسان می‌بایست مهار کند. و البته در همه مکاتب اخلاقی این قصه مطرح شده است و در همه مکاتب اخلاقی این رو توجه داشتند که انسان می‌بایست اول مراقب فکر و ذهن و اندیشه خود باشد. اگر مراقبه او نسبت به اندیشه او کامل بود البته در عمل توفیق خواهد یافت، ولی در ذهن خود تا نزدیک گناه می رود و لذت تفکر در گناه رو می چشد. بنابراین کسی که لذت تفکر در گناه رو چشید البته خواهد خواست که لذت عمل به گناه رو هم بچشد و این بسیار نزدیک است و محتمل است. در قرآن هم به این توجه شده است و اینکه در مورد بعضی مسائل گفتن که چون این کار را نکنید چون که داعیه آن آنقدر عظیم نیست که گفتن این فلان کار رو نکنید، ظلم نکنید، چون داعیه ظلم خیلی زیاد نیست. اما در بعضی موارد گفته نزدیک نشوید، مثلا گفته لا تقرب و زنا، به زنا نزدیک نشوید، یعنی نزدیک نشوید. و هم از لحاظ عملی اگر نزدیک شدید دیگر انسان به جایی میرسد که نفس قهار و قدار در حقیقت عنان نفس رو و وجود رو در دست میگیرد و انسان ممکن است که خدای نکرده مرتکب اعمال ننگینی شود. این از آن جهت هست که انسان اول باید راحت بکند و فکر خوب بکند. این هم که انسان افکارش رو تحت کنترل قرار بدهد این هم بسیار مهم است. و چگونه انسان میتواند افکار خود رو تحت کنترل قرار دهد؟ آنچنان که فرمودند استاد عزیزمان اینکه این افکار از کجا نشأت میگیرد، این داعیه های تفکری و اندیشه از کجا در درون ما به وجود می آید. این از آنجا به وجود می آید که ما در دیده هامون و شنیده هامون و لمس هامون و بوییدن هامون و این
حواسی که در ما هست، حواس ظاهری و البته حواس باطنی هم که وجود دارد، این حواس ظاهری و باطنی هست که ما رو به سمت خاصی میکشاند. و اگر ما دریچه چشم رو به خوبی نبندیم و به هر چه آمد نگاه کنیم، دریچه گوش را نبندیم و به هر چه که آمد گوش دهیم، دریچه دهان رو نبندیم و هر چه آمد بخوریم، و قص علی هذا، به هر چیزی که آمد دست بزنیم. ما مگر به آتش دست میزنیم؟ مگر ما به خنجری که تیز است و ممکن است دست ما را ببرد مگر دست میزنیم؟ اما به راحتی افکار خطرناک رو در ذهنمان میگذرانیم و با آن افکار در حقیقت داعیه های ایجاد میکنیم که ممکن است ما رو به عمل های ننگین سوق دهد. از این جهت هست که بایستی ورود و خروج دستگاه های اطلاعاتی بدن رو ما در نظر داشته باشیم و بدانیم که این ورودی ها چه به ما خواهد داد. شاید ما تصور کنیم که یک تصویر خاصی است، او رو من میبینم و اتفاقی برای من نخواهد افتاد. چون این نیست. صوت خاصی است که در من اثر میگذارد. همه اصوات، هر چیزی که هست در ما اثر میگذارد. مگر ممکن است چیزی رو انسان ببیند و در او اثر نگذارد؟ همه آنچه در اطراف ما هست در ما اثر میگذارد. و علاوه بر آن چیزهای غیر مرئی و نامرئی هم در وجود ما اثر میگذارد. همه اینها رو میبایست که انسان مراقبت بکند. اگر این ورودی ها کنترل شود و به شکل کنترل شده ما اجازه دهیم چیزی در بصیرت ما وارد شود، در سمعیت ما وارد شود، در همه اینها وقتی اجازه دهیم، این حل خواهد شد. ما وقتی میخواهیم بخوریم، مطمئناً چیزی که سمی است و مسموم است رو نخواهیم خورد. ما وقتی که یک چیزی رو از بقال محلمان میخریم، از فروشگاه میخریم، اول به تاریخ مصرفش نگاه میکنیم که این تاریخ مصرفش گذشته نباشد و این ممکن است که فاسد نباشد. به یک کمپوت اگر بخریم توجه میکنیم این باد کرده نباشد. به نان توجه میکنیم که کهنه نباشد. اما چقدر افکار کهنه و زمان گذشته در اذهان ما هست، چقدر تاریخ مصرف های افکار ما گذشته است و به آن توجه نمی کنیم و همچنان به افکار قدیمی و پوچی که هیچ فایده و بهره‌ای برای ما نخواهد داشت توجه می کنیم. چیزهای قدیمی، کینه های قدیمی، عقده های قدیمی، اینها رو ما هر لحظه دوباره بازسازی می کنیم، بازپروری می کنیم و در درون خود به اونها توجه می کنیم. اینها، این عقده ها، این کینه ها در حقیقت حسد ها و خدای نکرده رذایل اخلاقی دیگر ممکن است من رو به اعمالی گرفتار کند که در بد و امر اصلا خودم هرگز به اون توجه نمی کردم و تصور نمی کردم من مرتبط آن خاص شدم. و اینکه آیا من بودم که چنین کردم؟ نه، تمامی داعیه هایی که در وجود انسان به وجود می آید، همه اینها در اینجا مطرح است. اینکه نگاه داشتن دل از وساوس آسان بسیار سخت است و بسیار مهم است. در حقیقت مراقبه اصلی و مراقبت اصلی از ذهن است. و این همه که به ذکر و از کار کریمه و از کار شریف توجه شده است، دلیلش این است که انسان وقتی ذکر میگوید چند مسئله برای او مطرح می شود. اول اینکه صدای ذکر خود رو می شنود، بنابراین سمع او با ذکر خوب و با امر خوبی عجین می شود. غالب چیزهایی که ما می شنویم و از طریق گوش بر وجود ما وارد می شود بسیار تأثیرگذار است. و یا اینکه در خلوت نشستن و انسان در رو گاهی بر روی خود بستن و در روبروی خود بر هیچ منظره ای نظر نکردن، اینها میتواند بصیرت رو و چشم رو تربیت کند. انسان
با بستن چشم از خیلی از مسائل میتواند آن آشفتگی و آن اسارتی رو که ممکن است دیدگاه در انسان پدید بیاورد رو از بین ببرد. و بابا طاهر در آن شعر مشهورش که همه میدانی گفت که ز دست دو دیده بیند دل کند یا بسازم خنجری نیش فولاد زن در دیده تا دل گردد است. کار دیگری نداشته. علاش این است که انسان دیده گوش بندد از چیزهایی که نیاز نیست. در عرفان بودایی، در مجسمه های بودایی سه نوع مجسمه وجود دارد. دیده ای حتما در این فضای مجازی مشهور است. سه میمون رو میبینید که یکی دستانش را بر چشمانش گذاشته است، یکی دستانش را بر گوشهایش و دیگری بر دهانش. این سه عنصر است که ای زبان تو بس زیانی مرمرا، تو همیشه زیان کرده ای و زیانبار بوده ای بر من. آنجا که نباید سخن می گفتم سخن گفتم، و آنجا که باید ساکت می شدم سخن گفتم، آنجا که باید سخن می گفتم ساکت شدم. دو چیز تیره عقل است: خاموشی به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. این که انسان تیره عقل است، اینها عقل رو از ذهن انسان میبرد. این که من بدانم کی باید سخن بگویم و کی باید سکوت کنم، این بسیار امر مهمی است. غالبا اشخاص نمیدانند کی باید سخن بگویند و کی بایستی سکوت کنند، و این بسیار امر مهمی است. ما نمیدانیم کی باید بنگریم و کی باید چشم فرو بندیم. ما نمیدانیم کی باید گوش کنیم و کی باید گوشمان را ببندیم و گوش نکنیم. در ریاضت‌های هندیان البته ما توصیه نمی‌کنیم، اما برای یادآوری و خاطرات است که در ریاضت‌های هندیان اشخاصی هستند که 5 سال، 10 سال، 20 و 30 سال بر گوش‌های خود خمیر می‌گذارند و می‌بندند و اینها اصلاً گوششان چیزی نمی‌شنوند. کسانی هستند که چشمانشان را می‌بندند و در تاریکی محض می‌مانند، سالیان سال می‌مانند، تا معتقدند که اگر این چشم رو من ببندم چشم درون من باز خواهد شد، چیزهایی رو خواهم دید که دیگران نمی‌بینند، و گویا چیزهایی هم می‌بینند، و یا گوششان را می‌بندند. نیازی نیست ما چنین کاری رو بکنیم. ما با تعالیم زیبایی که در عرفان اسلامی داریم می‌توانیم همه این رو جهز کنیم. ذکر گفتن، این که من ذکری بگویم، اول زبانم به آن لهج بهی لسانی باشد، من لسان من به آن ملهج باشد و زبانم بگوید، دهانم از دهانم بر بیاید. خب چند فایده دارد. یکیش این هست که اولین چیزی که من میشنوم هم از بیرون و هم از طریق گوش درونی، من دوبار این سخن خود رو میشنوم، و این شنیدن در حقیقت سماع هست. سماع هم همین است، و این گوش کردن و سمع قبول و نظر قبولی که نسبت به این مطالب هست در من ایجاد خواهد شد. یعنی اینکه انسان تا زمانی که نتواند چیزی رو خالی کند و نتواند به هیچ چیز بیاندیشد، میبایست که اندیشه‌ای بکند که مانع از آن ورود اندیشه های پلید باشد. باید دیدگاهش رو به چیزی تنظیم کند که مانع دیدگاه های دیگر باشد. بایستی گوشش رو تنظیم کند برای چیزهایی رو بشنود تا چیزهایی رو نشنود، تا آنجا که به جایی برسد که بتواند نشنیده باشد و بتواند که هیچ چیزی رو نشنود، و آن وقت است که البته اصوات رحمانی رو در وجود خود خواهد یافت. روزه روح عدم التفات به کل انام. خب میگوید روزه
جسد، روزه جسم، نخوردن است که این آسان است، همه این رو انجام میدهند. سخت‌تر از آن روزه دل است که نگاه داشتن دل از وساوس آسان است و بسی سخت‌تر و صعب‌تر روزه روح است، یعنی عدم التفات به کل انام. انام یعنی موجودات جهان غیر از خداوند. التفات و توجه نکردن به همه جهانیان. ما که اصلا کارمان توجه کردن به این آن است، توجه کردن به سخنان دیگران. آیا فلان کس در مورد من چه میگوید؟ کارمان و وقتمان و هنرمان این شده است که بگوییم فلان کس در برای من چه میگوید و من در باره او پس از آنکه شنیدم او در باره من چه میگوید چه خواهم گفت. کار ما به این بیهودگی و به این در حقیقت بی‌حاصلی می‌گذرد. اصلا چه ارزشی دارد که ما بدانیم چه کسی درباره من چه فکر می‌کند؟ ما وابسته شده این به افکار دیگران و داریم با افکار دیگران با خود رفتار می‌کنیم و این البته امر بسیار ناممدوحی است، مذمومی است. به خاطر همین است که وقتی از ما تعریف می‌کنند خوشحال می‌شویم و وقتی ما رو مذمت می‌کنند ما ناراحت می‌شویم. چرا وقتی کسی به ما سخن بدی گفت ما ناراحت می‌شویم؟ به خاطر این است که سخن دیگران برای ما بسیار مهم شده است و کسی که سخن دیگران برای او مهم باشد، سخن خود او برای خود مهم نیست. انسان میبایست آنقدر قوی باشد که سخن دیگران رو به پشیزی نگیرد، نه اینکه انتقاد رو نپذیرد، نه اینکه توجه نکند، اما در مورد خود از دیگران نظرخواهی نکند و انسان دهنبینی نباشد. از طرف دیگر این درون خود رو و این روح خود رو از همه انام و همه موجودات جهانی التفاتش رو کم بکنن و توجه نکنن، به هیچ چیزی توجه نکنن. آنچه که برای دیگران بسیار عظیم است برای او کوچک باشد. این روش بهداشت روانی است. این روشی است که غالب بیماران روانی اگر چنین کاری رو انجام دهند و غیر بیماران اگر چنین کاری رو انجام دهند البته خواهند رست. کودکی است کاری میکنند، اسباب بازیش می افتد و می شکند، او چقدر ناراحت می شود، تمامی دنیای خود را از دست می دهد، برای او آنقدر مهم است. اما شما توجه نمی کنید، می گویید خب اشکالی ندارد، یکی دیگر می خواهید و ناراحتیتان از ناراحتی آن کودک است. و کسانی که بلند مرتبه باشند و مرتبه والا داشته باشن کارهای من نوعی رو همچنان میبینن، یعنی وقتی به من نگاه میکنن میبینن که من به خاطر چیزهای خیلی کوچک و حقیر دارم زجر میکشم و ناراحتی میبرم و همین است که نشانه ضعف وجود انسان است. ممکن است در هر رده ای باشد، خب کودکی است ممکنه ناراحتیش از شکستن عروسکش باشد و من که بزرگ هستم ناراحتیم از تصادف اتومبیلم باشد و یا خراب شدن خانه ام باشد یا از دست رفتن شغلم باشد یا از دست دادن دارایی ام باشد. خب همان است، هیچ فرقی نمی کند. این حسرت هایی که ما می خوریم به خاطر التفات بیهوده ایست که نسبت به جهان داریم، التفات بیهوده ایست که نسبت به نظر دیگران به خود داریم. اگر انسان غنی باشد و مستغنی از دیگران باشد البته مطمئناً راه به جاهای بسیار زیبایی خواهد برد. روزه روح عدم التفات به کل انام است، هیچ توجهی نکند چه به خوبشان چه به بدشان. عرفا گفتن این مردم اولا غالب عوام مردم که هستند هیچ کدام نمیخواهند سر به تن تو باشد. حتی کسانی که ظاهرا میآیند و با تو به تواضع رفتار میکنند مطمئن باشید اگر خطایی از شما دیدند شما رو بلافاصله رها خواهند کرد. این که انسان بداند که خلق رو به هیچ نمیارزد این بسیار امر مهمی است. بداند که در سفر خلق به سوی حق
اینها اتفاق میافتد. عارف و عاشق و کسی که در این راه است باید بداند که التفات مردم هیچ ارزشی ندارد. این مردم همانها هستند که روزی او را بلند میکنند و به عرش کبریایی میبرند و روز دیگر چنان او را به پایین میاندازند که استخوانش سختتر میشکند. این قصه روزگار است، این حب و بغضهایی که عوام مردم دارند، کسی رو انقدر بزرگ می کنند که در حد اعلا می رسانند و بعد چنان بر زمین می کوبند که گویی اصلا هیچ وجود نداشته است. هر کسی که تجربه کرده باشد و فهمیده باشد، البته این رو بایستی بداند و بداند که این خلق شایسته هیچ التفاتی نیستند. این مردم تا زمانی که همراه آنها هستیم مانند آنها می اندیشیم، به دردشان می خوریم، ما رو دوست خواهند داشت. بعد از آن ما رو کلن رها خواهند کرد. یک دوست بسیار قدیمی اگر یک کاری بکنی که خلاف نظر او باشد با تو بدی خواهد کرد. خب این چه ارزشی دارد؟ این چه فایده‌ای دارد که انسان بیاید و وجود خودش رو و همه هیئت نفسانی خود رو در اختیار دیگران قرار بدهد؟ انسانی بایست از التفات به کل انام، به کل موجودات دوری کند. ما مگر به پشه‌هایی که در بیرون میپرند توجه میکنیم؟ ما مگر به خیلی چیزها توجه میکنیم؟ بنابراین میبایست توجه رو از امور جزئی و رخیص آورد و توجه رو به امور کلی گردانید و این از کاری که هست، از کار عرفانی که هست، این از کار مقدسی که هست، همین کار رو انجام میدهد. روزه سر استغراق در بحر مشاهده است، علت دوام. روزه چهارم، روزه اول روزه جسد است، غذا نخورد. روزه دوم روزه دل است، از وساوس آسام او را نگه دارد. روزه سوم روزه روح است، به هیچ چیزی غیر از خداوند توجه نکند و فقط توجهش فقط و فقط به خداوند باشد. و روزه سر استغراق و غرق شدن در دریای مشاهده حضرت قدوس است، علت دوام. منتها بایستی پی در پی باشد، همیشگی باشد. و این روزه سر البته بسیار اندک است، به مقام روزه جسد غالبا میرسند، اما به مقام روزه روح و روزه دل نمیرسند و بسیار بسیار کمتر از آن به مقام روزه سر میرسند. یعنی در بحر مشاهده، فقط مشاهده اش فقط به خدا باشد، فقط خدا رو ببیند و دیگران رو هیچ ببیند، دیگران رو به چیزی نخرد، چون میداند که دیگران او رو به چیزی نمیخرند. شبلی که رفت پیش جنید به او گفت که گوهر آشنایی نشان میدهند، یا بفروش یا بخر. گفت تو را قدر آن نباشد که من گوهر آشنایی تو را بخرم، تو چیستی که من تو را بخرم؟ گفت من رو جز یاران خود قرار ده. گفت برو یک سال گدایی کن که تو متکبر بودی و پادشاه ری بوده از شبلی و به خاطر توهینی که به خلعت خلیفه زمان کرد او را از امارت معزول داشت و او آمد پیش جنید و گفت که راه رو به من نشان بده. گفت تو شایسته نیست، تو هنوز پادشاهی، هنوز رفتار شاهان، رفتار رئیسان رو در خود داری، رفتار جبابره رو در خود داری، برو یک سال گدایی کن. رفت و یک سال گدایی کرد، هیچ بهش نمیدادن. آمد گفت خواستم در این یک سال این را بفهمی که در میان این خلق به هیچ نمیارزی، به هیچ نمیارزی، این مردم تو رو به هیچ نمیخرن، باشید هیچ کس. پس این همه تکبر و غرور برای چیست؟ بدانیم که از این مردم جز بدی کار دیگری نمیآید و اگر در دستشان باشد میخواهند هر چه تو داشته باشی همه آنها را از آن خود داشته باشد. دوست صمیمی تو در برابر تو حسد خواهد ورزید، اگر ببیند تو داری پیشرفت میکنی حسودی خواهد کرد، صمیمی ترین دوست تو. و
شیخ شبستری بسیار زیبا میگوید، میگوید همین پدر مادر، این یه مقدار حرف من امروز خاص شد، این که پدر و مادر، میگه برادر چیست، خواهر چیست؟ برادر یک حسود است، خواهر چیست؟ خواهر هم شخصی که هرگز تو را درک نمی کند و نمی فهمد که هستی و چه هستی. شوهر چیست؟ اینها چیستن؟ هیچ. پدر و مادر اساساً چیست؟ باید احترام کنی، ولی باید بدانی که این پدر و مادر تو تا چه حد با تو خواهند بود، به چه درد تو خواهند خورد. شیخ ابو سعید ابوالخیر میگوید که من می آمدم و پدرم می آمد به ما میگفت که وقتی با خانواده و با پدر و مادرم بودم میآمد میگفت که لعنت خدا بر شما باد، شما مرا از خدا جدای کردید. به خانواده خود میگفت که به ماها میگفت که لعنت خدا بر شما باد که شما مرا از خدای من جدا کردید. حقیقت هم این است، این آشنایی ها، این ازدواج ها، این پدری و مادری و خواهری و برادری و زنی و شوهری و اینها، این نسبت هایی که ما بعداً بر خود بربسته ایم، اینها غالباً به دنبال سلب هویت حقیقی و هویت انسانی ما هستند. می بایست به اینها به عنوان یک ابزار نگاه کرد، نه به عنوان است. مادری هست میگوید تمام وجودم همه شکنجه ها رو میپذیرد و میگوید که همه وجود من در فرزندم جمع شد و خود رو وابسته به کسی کردن که غیر خداوند است و غیر از مقام الوهیت نیازی نیست. این که ما بایستی احترام بگذاریم، این که بایستی پدر و مادر خود رو قدر بدانیم، به همسر خود احترام بگذاریم، حسن سلوک رفتار با همه داشته باشیم، در این بحثی نیست. اما حقیقت قصه این است که اگر قرار باشد ما تعیین کنیم و انتخاب بکنیم، باید بدانیم چه چیزی را انتخاب میکنیم. همین ها، همین فرزندان شما، اگر شما وسایل رفاه اونها رو فراهم نکنید، روزی علیه شما قیام خواهند کرد. همین فرزندان بسیار جانی شما، و ممکن است که شما یک اشتباهی، یک فرزند اشتباه خاصی بکنند از جانب خانوادهش به طور کلی ترد شود. خب به چه درد میخوره؟ این مناسبت ها، همه مناسبت های جهان، نزدیکترین مناسبت های انسان اینها هستند، دورترینش که دیگر روشن است. مناسبت اگر میبندیم با خدا ببندیم، با اولیای الهی ببندیم. این مناسبت ها مناسبت های مجازی است، این مناسبت های روزگار ما هست. مناسبتی است که من در این لحظه و در این زمان در فلان شهر به دنیا آمدم، پدری دارم و مادری و دست خود من نبوده است، و فرزندی خواهم داشت و دست خود من نیست، و هیچ کدام دست من نیست، من اسیر این مناسبات عام اجتماعی هستم، مناسبات و رفتارهای اجتماعی هستم. اینها بایستی در جای خود باشد، اما نبایستی اینها انسان را اسیر خود بکند و از مناسبتهای الوهی ما رو نبایستی جدا کند. امیدوارم توجه کرده باشید و تعبیر خاص و آنچه که مد نظر نبود به واسطه ضعف کلام حقیر بر شما مستولی نشود و عارض نشود. روزه سر استغراق در بحر مشاهده است. وقتی انسان خدا رو بیند از همه چیز می‌گذرد. علت دوام بایست دائم باشد، با اینکه روزه صورت دارد افطار او در شب باشد. خب اون که روزه ظاهری دارد افطارش که وقت اذان شب، و آنکه روزه معنی دارد افطار او در وقت لقای رب باشد. اون شب او هیچ وقت فرا نخواهد رسید، تا زمانی که لقای حضرت رب رو داشته باشد او روزه دار است. از چه چیزی روزه دار است؟ از هر چیزی غیر خداوند در روزه است.
حتی نزدیکترین اقوام و خیشان خود. اقوام و خیشان او تا جایی که او رو از راه خدا جدا نکنند محترمند، اما جایی که بخواهند جلوی پرواز او رو بگیرند، اینجا دیگر نبایست تحمل کرد. چون انسان اگر چند بار به دنیا می آید و چند بار می تواند این راه رو پیش برود، یعنی روزه صورت افطار دارد ولی آن یکی افطار ندارد. افطارش کی است؟ وقت لقای رب است. که سومو برؤیته، خیلی زیبا میگوید که گفتن سومو برؤیته، وقتی او رو دیدید روزه بگیرید. وفترو برؤیته، و افطار کنید با دیدن آن. این رو ماه رو گفتن که با دیدن الا شفق صبحی یا دیدن صبح صادق روزه بگیرید، و با دیدن غروب خورشید، شفق خورشید، حمره مغربی اونجا افطار کنید. این ظاهر قضیه هست، یعنی دیدن غروب و طلوع است. اما اینجا از اون یه استفاده دیگری میگه، به رؤیتهی، اینهایی که در اینجا هست ما به طلوع برگرداندیم، یعنی سومو به رؤیت صبح، وفترو به رؤیت لیل. این صبح و لیل نیست، دیدن خود اوست. میگوید وقتی او رو دیدید، خداوند رو دیدید، آن وقت روزه بگیرید. سوم وفترو به رؤیته، و وقتی دیدید افطار کنید. افطار انسان حقیقی و انسان کامل و روزه انسان کامل به دیدار حضرت محبوب و معشوق است. کما اشاره الیه المولوی، روزه ظاهر هست امساک طعام. میگه روزه ظاهری امساک از طعام است. همه اینها رو توضیح داد، من دیگه سریع رد میشم. روزه ظاهر هست امساک طعام، روزه معنی توجه دان تمام. این دهان بندد که چیزی کم خورد. این دهان رو میبندد که چیزی رو کم بخوره، نه اینکه نخورد، کم بخورد. البته ما که یه اشکال دیگه هست که در هنگام روزه بیشتر میخوریم و غالبا چند کیلو به وزنمان اضافه میشود و این از برکات روزه هست. این دهان بندد که چیزی کم خورد، وان ببندد چشم و غیرش ننگرد. این فقط دهانش را می‌بندد، اما او چشمش را از غیر الله، هر چند که نزدیکترین انسانش باشد، هر چیزی که بیاید و جای او را بگیرد بایستی کنار گذاشت. این قصه فضیل عیاض رو خدمتتون چند بار عرض کردم. فضیل عیاض روزی فرزندش رو در بغل داشت، فرزند پسر 2 سالش رو در بغل داشت، بعد او رو نوازش میکرد. این پسر 2 ساله گفت که پدر جان مرا دوست میداری؟ گفت آری. گفت که خدا رو دوست میداری؟ گفت آری. گفت پدر جان چند دل داری؟ گفت 1 دل. بچه با اون فراستش گفت در 1 دل 2 دوست میگنجد؟ تو 1 دل داری و این همه سودا؟ تو 1 دل داری و هم مرا دوست می‌داری و هم او رو دوست می‌داری؟ این چه دلیست؟ معلوم است که هر کدام نصف و نیمه و ناقص در قلب تو هستی. اگر فقط او رو دوست داشتیم، تمام قلب تو دقیقت محل حضرت کردگار بود. وقتی ما این همه رو همه رو دوست می‌داریم، آنجاست که این اشتباه پیش می‌آید و ما 1 دل بیشتر نداریم، فقط باید او رو دوست بداریم. اما اگر او رو دوست داشته باشیم دیگر، چون او همه چیز همه رو دوست دارد، حب همه در دل ما هم خواهد افتاد. اگر او رو دوست داشته باشیم، فقط او رو دوست داشته باشیم، سایرین هم محبوب ما خواهند بود. اما وقتی که دیگران رو دوست داشته باشیم، دیگر محلی برای او نمی‌ماند. آن عروس در حجله‌ای که 1000 داماد است وارد نمی‌شود. آن عروس فقط
در دلی وارد می شود که او پاک باشد، از همه وساوس و شوائب باید مبرا و معرا باشد که او در آن دل فرود آید. در جایی که قبلا کسی فرود آمده از فرود نمی آید. در جایی که دیگری وجود داشته باشد او فرود نخواهد آمد و در آنجا حضور نخواهد داشت. وان ببندد چشم و غیرش ننگرد، روزه گردد گرد تقوا از حلال، در حرامش دان که نبود اتصال. میگه روزه از دور تقوا میگردد، یعنی روزه که میگیرد کسی به دنبال تقوای الهی است، پرهیز از گناهان است و کارش هم حلال است. تقوای از حلال یعنی چه؟ ما رو مجبور کردن که ما تقوای از حرام داشته باشیم. گفتم این حرام است، به آن دست نزن، این رو نخور چون حرام است، این را ننوش چون حرام است. اما روزه نهی از چیست؟ نهی از حلال است. نهی از حرام که برای ما بوده است، گفتن حرام رو نخورید ننوشید، اما اینجا نهی از حلال است، تقوای از حلال است. نان که حلاله میگوید روزه هستی نخور، آب که حلال است میگوید آب نخور، حلال رو هم میگوید نخور. چرا؟ خب میخواهد یه چیز دیگری به ما بدهد به جای این، یعنی مرتبه بالاتر است برای انسان. در حرامش دان که نبود اتصال، میگوید که تازه ما که روزه میگیریم میگوید حلال رو نخور، حال ببین اگه حرام خوردی چه اتفاقی خواهد افتاد دیگه. هیچ. در حرامش دان که نبود اتصال. یکی از بزرگان بوده است و مشهور است که میگفت که 40 روز است که هیچ بوده نداشتم. حیف میاندیشید تا اینکه میفهمد که کسی احسانی برای او آورده بود و اندکی حلوا از آن احسان خورده بود و این باعث شده بود 40 روز دلش به سمت خدا برنگرده. حال حلالش این است، تا حرامش بسیار سخت است و عقاب‌های بسیار سنگین دارد، حلالش چون این است. چیزی که حلالش ممکن است انسان رو از وادی بدر کند، ببینید که حرام آن چه خواهد بود. یکی از علمای بزرگ رو نقل می‌کنن که بوده است و یکی از علامه‌های فقه بوده است. ایشون نشسته بود در منزل، مردم می آیند که حاج آقا خیلی ببخشید، پسر شما، پسر 8-9-10 ساله‌ای داشته، پسر شما با تیر و کمان مشکهای ما رو سوراخ می کند. گویا مربوط به علامه حلی بوده است. بعد این میاد پیش خانمش میگه که بلانی من هر کاری که کردم، من پول حلال آوردم تو این خونه، من حرامی رو قاطی نکردم، تو چه کردی؟ گفت به خدا من هم چیزی نکردم، من هر وقت خواستم این بچه را شیر دهم وضو گرفتم، رو به قبله او رو شیر نوشاندم، من هیچ کم و کوتاهی نکردم. گفت بگردیم، حتما این اشکال یک جایی هست که میبایستی پیدا کنیم. این چند روز میگذرد تا اینکه خانمش میگه که من پیدا کردم، من وقتی که حامل بودم به این کودک داشتم راه میرفتم، دیدم از خانه یکی از همسایگان ما درخت اناری داشت، اناری بیرون افتاده است. من با سوزنی که بر روسری و 4 قدم داشتم، حامل بودم دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم، یک سوزن به این انار زدم و از آن یک قطره از آب آن رو خوردم. گفت همین است، این سوزن در اینجا تبدیل شده به تیر و کمان که مشک مردم رو سوراخ میکند. حال از لحاظ فقهی ما میدانیم که اون حرام هم نبوده، به اون حق المار میگوین، یعنی در جایی که مثلا شاخه ای از درختی از حصار بیرون افتاده باشد اون حق عبور کننده است. حرام هم نیست، حلال حلال است و میتوان که بله
میتوان او رو خورد و بر او چیزی نیست، یا کسی که از داخل حتی باغی، به شرطی که خودش راهشو ننداخته باشه از وسط باغ، از داخل باغی میرود اگر چیزی دید و خورد حق بردن ندارد، ولی اگر بخورد حلال است. گفت بله همین است، بریم از او حلالیت بطلبیم. و میروند و میبینند که اون از اونجا پوچ کرده است و رفته است و چقدر زحمات تا اینکه بدانند که ما یک قطره از آن اناری که حلال بود از آبش رو خوردیم. واقعا وقتی که در فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، حضرت علی فرمود که مراقب باشید به آنچه می نوشید و می خورید، دقت کنید. خیلی ها چیزهایی رو که دیگران می آوردن دم در نمی خوردند، خیلی ها توجه می کردن. توجه کنیم چه چیزی به فرزندانمان میدهیم، چه غذایی. یک لقمه در مثنوی هست که لقمه خورده شد، بعد مثنوی به تأخیر افتاد. گویا یک لقمه ای رو مولانا، لقمه حلال بوده دیگه، مولانا خورده است و چند هفته مثنوی نجوشیده است. علتش یک لقمه بوده است که یکی از صحابه و یاران آورده است. به اینها بایستی توجه کرد و از حلال آن باید پرهیز کرد، چه برسد به حرام آن که دیگر قصه دگرگون است. روزه گردد گرد تقوا از حلال، این رو تقوا از حلال رو خواستم توضیح بدهم. در حرامش دان که نبود اتصال، در حرام واقعا هیچی نیست. بعضی ها میگن که مثلا فلان چیز رو که حرام است میخوریم به خاطر دارو. ما در روایت های خاص و در نظر عرفا داریم که چیزی که حرام است دارو نیست و چیزی که حرام است شفا نمیدهد. هرچند که به ظاهر بگویند که مثلا این رو اندکی بخوری نمیدانم درمان فلان درد تو هست، ولی هیچ کدام نخواهد بود. در امر حرام شفایی وجود ندارد. هست گربه روزه دارن در سیام، خفته کرده خیش بهر صید خام. میگوید میخواهی بدانی که روزه دار حقیقی کیست؟ این گربه هست روزه دار حقیقی. گربه چه میکند؟ دیده اید که گربه به دنبال موشی میخواهد برود؟ چنان در این در روایت هست که تقوا رو از او یاد بگیرید که چگونه آرام در این مسیر حرکت میکند. نمیدانم دیده اید یا نه، قد خود رو کوتاه میکند، یک شکل خاصی به خود میگیرد، پشتش رو خیلی کوتاه میکند و در زمین خیلی آرام سر میخورد و حتی مینشیند روی زمین و آرام آرام بدون اینکه شخص و شکار متوجه شود خود رو جلو میکشد و یک دفعه میبیند. و بر سر گفتن مراقبه چیست؟ یک عامی پرسید، یک درویش عامی پرسید از یک دانشمند که مراقبه چیست؟ اوی از جنید پرسیدن، گفت مراقبه چیست؟ گفت دیده ای تا کنون که گربه ای بر سوراخ موشی نشسته باشد؟ آن مراقبه است، آن مراقبه است. ببینید صدا نمی کند، چشم از او بر نمی دارد، تمامی هم و غمش و تمامی وجودش معطوف به آن سوراخ است که کی سر از آنجا برخواهد کرد. مراقبت حضرت معشوق و حضرت محبوب همچنین است. بایستی در مرعای او و در منظر او نشست، در جایی که او سر برخواهد کرد، پشت در او باید آنچنان نشست و آنچنان مراقب بود و چشم از در و گوشه در بر نداشت تا اینکه شاید روزی التفاتی شود و او دری باز کند و سری از آن در بیرون آید. مولانا میگوید این درها را بکوبید، چون که هرچند که نخواهد هم این در رو باز خواهد کرد. کسی داخل خانه از شما میدانید که هست، مولانا میگوید در رو میزنید، بعد خواجه ای که دنبال کسی هستید، بعد در رو میزنید، او خود آن شخص میگوید، میآید میگه چه کار داری؟ ما میگوییم که من فلانی رو مثلا میخواهم، زید رو میخواهم. خود زید پشت در است، میگوید زید در خانه نیست و شما مطمئن میشوید که زید در خانه هست.
بسیار مسئله مهمی است و آنجا مراقب میمانیم، به هر حال بیرون خواهد آمد و کسی که نخواهد در رو باز کند، آنقدر اصرار میکنیم، 100 بار 200 بار این در رو میکوبیم، آخرش دیگه کلافه میشه، میاد بیرون بگه که چه کار داری، چه میخواهی از من. این استمرار و استقرار همراه با استمرار بسیار مسئله مهمی است. مراقبت یعنی همین که انسان واقعا مراقب نفس خود باشد. این نفس انسانی مراقب است که یک کاری بکند، مثل موش یک دفعه از یک سوراخ چنان به سرعت و تیزی خواهد رفت در سوراخ دیگر که شما زمان را از دست بدی همه چیز برباد خواهد رفت. مراقبه یعنی این. هست گربه روزه دارن در سیام، آن سیام دل است، آن سیام سر است. خفته کرده خیش بهر صید خام، خودش رو خوابانده، خودش رو هم بعضا برای اینکه موش متوجه می شود باهوشه، او چه می کند؟ چشماش رو می بندد و آرام از بین چشمانش ناظر است که ببیند چیه. خفته کرده خیش بهر صید خام، کرده بد زن زین کجی صد قوم را، کرده بددام اهل جوع و صوم را. یک کسی هم بدزنه، زن بد میبرد به انسانها، انسانهایی که واقعا اهل جوع و گرسنگی و صوم هستند، اینها رو به بدی گمان میبرد، بد گمان بد به انسانهای دیگر میبرد. لب فرو بند از طعام و از شراب، سوی خان آسمانی کن شتاب. خب از این طعام و شراب بایستی لب فرو بندی تا اینکه خوان آسمانی به تو دهند. اگر از اینجا لب نبندی و دهان نبندی، آن رو به تو نخواهند داد. این دهان بستی، دهانی باز شد، کم خورنده لقمه های راز شد. کم یعنی که آن، که این، که تو را، که مرا. این دهان بستی، دهانی باز شد، کو خورنده لقمه های راز شد. که آن، این دهان رو که میبندی، دهان دیگری باز میشود و او چه میکند؟ به جای لقمه های چربین، چربی و شیرین، لقمه های نور و لقمه های معرفت رو و لقمه های راز رو خواهد خورد. انسان تا این لقمه ها رو میخورد، از آن لقمه ها خبری نخواهد داشت. ضعیف با همت چو زاشی کم خورد، صاحب خان آش بهتر آورد. میگوید یک مهمانی است آمده، یک آشی را آورده و میخواهد بخوره تمام بشه. این اگر از آن کم بخورد، خواهد رفت و آش بهتر و با کیفیت تری برای او خواهد آورد. ضعیف با همت چو زاشی کم خورد، صاحب خان آش بهتر آورد. اگه اولین چیز رو کم بخوری، بعدش غذاهای بیشتری خواهد داد. روزه گیر الانتظار، الانتظار از برای آش بالا مردوار. میگه روزه بگیر، بعد انتظار بکش، در انتظار باش. انتظار چی رو بکش؟ از اینجا آش کم بخور تا اینکه آن آش رو به تو بدهند. آش یعنی خورشتی که قدما میخوردن و اکنون هم انواع اقسامش رو ما میخوریم. از برای آش بالا مردوار، مانند مرد بنشین و مراقبه کن تا اینکه آن آش بر تو بیاید. اینجا به همین قدر اکتفا نموده شد و باقی آنچه متعلق به این باب است در بیان جو گفته خواهد شد.